نشان می دهم. امروز آقای کماندو بابا ببرک جانی عزیز، پشتون عزیز، چاردی عزیز، بسیار به خود ببالیم که سرمایه دارترین انسان های روی زمین هستین و این سرمایه تان افغان های ارجمند ما هست. من دوستای افغان های ما می بیشم، قربان افغان های خود می شم که برای انسان های کوچک مثل ما سرمایه های بزرگ شدن که ما با قدرت و نیرویشان داریم میریم بکنیش. قربانت نادریس و فیت نادریس صاحب. وقاس عزیز اجازه میتم با جانی عزیز صحبت بکنه. وقاس فرمانده، وقاس سلام. سلام، خوش آمدی برادر. سلام عرض ادب خدمت خدا تومید عزیز و خدمت آقای پشتون، خدمت نادریس و خدمت بابا برک و تنیار و خدمت جانی و دوستایی که در لایف حضور دارن، سلام خدا تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همه که تون جور صحت سلامت بوده باشین و صحت منده تک تک افغان خود از خداوند لایزال خواهان هستم. خوش آمدی فرمانده عزیب نستو صاحب. فرمانده صاحب هم یکی از سربازای وطن است و بسیار یک افغان اصیل است. از بدخشان ما است، مرد بزرگوار ما است. خداوند هر افغانی که در هر جای است سربلند داشته باشد. سلامت و بخیر باشین نستوی گرامی و همچنان و جان و دوستایی که در لایف هستن. باور بکنید من اکثر لایف ها نمیدم. من اکثر لایف هایی که میبینیم که به خاطر که منافع ملی در نظر بگیره، حق افغانیت ما خواسته شوه و حق تمام افغان های اصیل خواسته شوه، من در لایف ها شرکت میکنم و آنچه که برای من مهمتر است در اولویت است و منافع ملی است. و ما داخل از لایف ها رفتیم، حضور پیدا کردیم، حرفی زدیم و یک تعداد هایی بودن که واقعا بسیار مردم های بی هویت بودن. هویت خود دامه چند وقت برای ما ثابت کردن که من میرفتم، نام گرفتنش به خود اجازه نمیتم. رفتیم در لایف هایشان والا حضور پیدا کردیم، دگه به نحو طرفداری از دیگر از کشور ایران میکردن. باز شخصا هیچ باز دیگه من دمونجا هم گفتم که من یک سرباز افغانستان در وقتش بدم امروز که به دور از لباس و در تنم نیست، آلا ما حسی وطنم، حسی ملتم، حسی خاکم در وجود ما متو نهفته است و متو جولان میزنه. در هر شرایطی که باشه وطن برای من بالاتر از دینش، بالاتر از پدر و مادرم است. اما کنار نام ملت خود استاد میشم، سینه سپر ملت خود استاد میشم، مدافع وطن خود هستیم و همون طالبی که امروز در وطنم است و زمانی که دشمن اختار بته دیگه، دشمن دشمن است، وقت باز فرق نمیکنه که یکی است یکی نیست. باز ما نمیجا کنار نمو طالبی که ما 20 سال در مقابلش تروریست گفته جنگیدیم، باز کنار نمو استاد میشم و از تا قطره نمو قیاد خود از وطن خودم دفاع میکنم، از ملتم هم دفاع میکنم و با افتخارم یک افغان هستم و افتخار میکنم به افغانیت. هیچ شرم و ننگم ندارم و این بسیار با افتخار امروز در کشوری که من زندگی میگم، تا هنوز مرا کسی به نام تذکریم صدا نکده و تا هنوز مرا کسی به نام عزت صدا نکده که قوم چی هست، اما گفته که افغان. در ترکیه بیشترین کسایی که هستن میگن افغانلر، اما تو یک چی دارن. هیچ کس نگفته مثلا که ای تاجیکلر یا مثلا پشتونلر یا چیزی نگفته. اون چیزی که تا کشور ما اسمش هست و چیزی که در تذکره ما هست، ما به نام اسم یاد میشیم، اما به دور از یک تعداد اشخاص بسیار بهویت، بسیار وطن فروش، بسیار هویت فروش، ناموس فروش، واقعا متاسف هستم. در جامعه ای که در بطن افغانستان بزرگ شدن و در اونجا زاده شدن، خانه ایشان، نیاکانشان، گذشته هایشان در نمو سرزمینی سلحشور مردخیز که در 5000 سال تاریخ داره، در همو سرزمین زندگی کردن و از همو سرزمین به دیگه کشورهای اروپایی رفتن، امروز صاحب همه چیز شدن و تابعیت دیگه کشور گرفتن. اینا آنقدر ناسپاس و نمک حرام است که واقعا نفرین خدا بر اینا که امروز میگه ما افغان نیستیم و یا ما از افغانستان نیستیم. بسیار واقعا برای ما جای بسیار تاسف است، ولو که هر کسی باشه، ولو که از تبار ما باشه، ولو که برادر ما باشه، ما اول در روی هم برادرم توف میاندازم، ولو که از همون نطفه پدر و مادر ما به دنیا آمده باشه. ولی در هر شرایطی که من سرم از تنم جدا شوه، فرزند اصیل نام مملکت هستم. هیچ گاهی سرم از تنم جدا شوه، با افتخار میگم یک افغان هستم. لعنت بر قوم پرست، لعنت بر متعصب. افغانستان خدا دوست دارم، ملت خدا دوست دارم، از جامعه نام ملت هستم. برام فرق نمیکنه کی است کی نیست، برای من فقط اتحاد ملتم، برای من از همه چی است و همچنان خاکم وطنم. اما اگه ملت خدا دوست دارم، پاینده بود افغانستان، سربلند بود افغانستان. ما کوتاه صحبت میکنم چی وقاس، وقاس عزیز که در یک برنامه میری، یک لایو است، بعض وقت میبینم در اون لایو میری
قسم برات میخورم ارزش تو را نداره که با او 4 تا سگ صحبت بکنی که به هزاران توهین میکنه و به ناموسا. یگانه پشتون چیزی نمیگه، دیگه می نامش قوم توهین میکنه و خواهش ما می است که دو لایو نرو. والا به شک همه جان قربان همی گفتاره دلال به خان افغان میگه که ما کتش بیخی همه تو بسیار جنگا کردیم جان همه سیم ضرورت نیست که با او لچکا با او حرامزادا صحبت بکنی. یگانه قوم که توهین نمیکنه افغان های زوجه پشتون توهین نمیکنه، دیگه تمام اقوام اوجا توهین میشه. تمام اقوام ازاره یک گپای میزنه، تاجک یک صحبت سرش میکنه، ازبک یک صحبت میکنه که ایران میمونه که این ارامزاده و این کسمادرا از کدام قوم است و از کدام نجات است و از کدام سمت افغانستان است که به هیچ قوم احترام نداریم. یا اولادای ایرامنده ای تو بیا در کدام کس دیگه خونه ایست؟ اومد جان باور بکنه، ما گفتم که در اکسم یک روز درمون بیناموس از خواهد ایرامنده ای آمم یا تو بیا در واقعیت اینمید. در مورد لایف ما شرکت کردم، با وجودی که رفتم با افتخار گفتم برادر، گفتم هیچ کس در افغانستان ما بیگانه نیست. اگر هیچ گاهی همی ناخون از گوش جدا کردن نمیشم، گذشته ما با نمی نام از دنیا رفتن، امروز ما و شما فرزندازی از اونا هستیم. بیاین همی اتحاد خدا حفظ بکنیم، بیاین همی همبستگی خدا حفظ بکنیم تا دشمن در بین ما خطور پیدا نبکنه. به نظر من هیچ کس از افغانستان خارج نیست، همگی ما و شما یک افغانی اصیل هستیم. هر کسی زمانی که به افغانیت خود پی ببره، من مطمئن هستم که افغانستان او زمان دوست داره و ملتش هم دوست داره. دیگه باز اونجا رفتم، باز بنو یک قسم لقبای دیگر برای ما دادن. خودت هم دیدم چی اندرابی رو هم دیدم، دیگه همه خواهش ماست که نرو. جانی عزیز سلام، سلام، خوش آمدی بیادرم. سلام سلام، عرض ادب خدمت خودت هم جان قن فرید عزیز، نستوی نادری و بابا ببرک و فرمانده عزیز. یک دنیا تشکر از فرمانده عزیز و دوستایی که در زیر لایف هستین، خدا کنه که جور ساعتمند باشین. فرمانده عزیز تشکر، صحبت های بسیار آموزنده، صحبت های بسیار که هم دیگر پذیری متعید بودن بیان میکنه. دقیقا این عکس العمل را که فعلا امارت اسلامی افغانستان چند روز پیش انجام داد، بسیار به نفع افغانا و به نفع افغانستان است، به خاطر که یک تعداد کشورهای همسایه ما و شما فکر میکنن که افغانستان برای همیشه اینمه تو 4 تا وطن فروش در قدرت است یا ای که هیچ سایب ندارن. امروز اونا یک ضربه خوردن، اونا هر عکس العمل که فعلا انجام بتن فکر خودم میگیرن که کشور سایب داره، این کشور سایب پیدا کردن. نباید ما پای خود از حریم خود پیشتر دراز بکنیم و امروز هم کشور سایب پیدا کردن و چهار تا وطن فروش، 4 تا خاک فروش و 4 تا ناموس فروش که امروز چی رهبرایشان است و چی خودشان است در صفات اجتماعی ما و شما میبینیم. اینا بر مردم افغانستان دیگه افشا شد، اینا رو مردم افغانستان شناخت. خدا را هزار بار شکر که دیگه فریب از 4 تا وطن فروش کس نمیخوره و به امید یک افغانستان آرام آزاد. ما طرفدار جنگ هیچ وقت نبودیم. بعضی من برای ما میگن که طالب پرست هستی، فلان پرست هستی. نه برادر، من طرفدار جنگ نیستم، طرفدار جنگ نیستم. من امروزی که از طالب طرفداری میکنم به خاطر که میبینیم دستاورد دارن، از خاک دفاع میکنن، از ناموس ما دفاع میکنن، دستاوردهایشان رو میبینیم دفاع میکنیم. مردم ما آرام هستن، ما هم دفاع میکنیم. فردا روز من بارهایی رو چیخ زدیم، فردا روز خب این نظام تغییر میکنه. نظام خود نمیمونه که نظام در سر جای خود بانم بر تا ابد. اینه که هیچ کدام ما شما نمیفهمیم. اینه می رقمی که حکومت ها تغییر کردی، نظام یک روز نه یک روز تغییر میکنه. در اون زمان هر گروه و هر نظام دیگه که باید در افغانستان ببینم که به مشکلات های مردم افغانستان رسیدگی میکنه، امنیت برای ما آورده، در پیر از وام سلامی میزنه. او اگه میخواد مقاومت باشه، اگه او میخواد آزادی باشه، به طور مثال اگه او میخواد بدر یک گروه دیگه باشه، هر گروهی که باشه، در پیر از وام یک سلامی میزنه، میگم خدا یار جانت باشه، مردم در افغانستان امنیت آوردید، به مشکلات های مردم رسیدگی میکنی، خدا یار جانت باشه. مثل که امروز این امنیت افغانستان در افغانستان آمده، امارات اسلامی افغانستان آورده. بله، مشکلات های خود زیاد داره، شالیدگی های خود زیاد داره، کم و کسری خود داره. در او قسمت ما بارها در می لایف آمدیم گفتیم که برادر، در او قسمت ما در کنار توستم. در او قسمتی که تو میای میگی مکاتب، من در کنار توستم. تو که اگه انتقاد میکنی، من میگم که تو یک جای انتقاد میکنم، ولی دیگه نمیشه که یک عمر ما بیایم به خاطر در امی ما دوستایی که در صفات اجتماعی یک ذره فعالیت ما زیاد است، هیچ وقت نباید استوب بکنیم. همیشه بیایم کسایی که جوانتر هستن،
ذهنو از اونا روشنتر بسازیم که فریب از این چهار تا وطن فروش نخورن. اینا بسیار زبان لشم دارن. برین در لایفایشون ببینین، برین ببینین که چه رقم اینا صحبت میکنن. حالا که اشغال شده، حالا که پاکستانی آمده، جای شرم است. حالا که طالب پاکستان، اینا زبانشون بسیار لشم است، مثل ایرانی آوره، مثل ایرانی آوره. کمی جوانایی که اگر سن سالشون کوچکتر است، اینا فریب از اینا رو نخوره. ذهنای از اونا رو ما بتونیم روشن بکنیم، در صفات اجتماعی اینا رو برشان معرفی بکنیم که اینا چه رقم تخم هستن. اینا پدر و پدر کلانایشان، تمام از اینا بزرگایشان غلام بودن. حتی همی یک چهار تا وطن دوستی که در افغانستان اگه نمی بود خدا و راستیست، کلن این افغانستان اینا معامله میکردن، کلن افغانستان قراردادش حتی نشته میکردن، مفروختن. خدا را هزار بار شکر که یک چند نفر هم اونجا وطن دوست، خاک دوست، مردم دوست بودن که امروز اینا رو نگذاشتن، اینا رو نگذاشتن که اینا وطن بفروشن و دکنشان که لغت زدن اینا رو از افغانستان کلن بیرون کردن. دیگه من صحبت های زیاد ندارم، من فقط در لایف دیدم که نستوی نادریس و دیگه دوستای جمع شدن، گفتم بیایم ما در جمع شما باشیم. من دو دوستای عزیز، افغان های عزیز، یک ویدیو نشر کردم، من شما نستوی عزیز را شنید یا نشنید، سیاسون و تجزیه کنند ایران درباره احمد شای، احمد مسعود و احمد شای مسعود چی صحبت میکرد؟ من نایف اون را شنید یک مسئله رو من میخوایم خیلی کوتاه یادآوری کنم، دوستای ارجمند و گرامی دیگه من صحبت بکنم. فرمانده صاحب وقاص هم اینجا از افغان بودن خودشان صحبت کردن و این نمایانگر این مسئله ما افغان هستیم. دوستای عزیز به من هیچ ربطی نمیگیره، اگر طالب هم بگویه که افغان هستم من دوستش دارم. اگر هر جنایی که بر مبنای افغانیت و اسلامیت و شریعت و افغانیت به پیش بره و ما دوستش داریم. صحبت هایی که آقای امید کمندی شما در اون ویدیو نشر کردید، اون صحبت های تمام سیاسیون و آنانی هست که در حقیقت در قبال افغانستان و احمد مسعود اینا به می عقیده هستن. من اینان بر یک چند دقیقه پایان خواد رفتم و یک ویدیوی رئیس اندپندنس فارسی را برتان روان خواد کردم که در اونجا یک مسئله را هم خانم یادآوری میکنن. خانم میگه دیگه سیاست پنشیریون، یعنی سیاست پنشیریون اون رو کسایی که متعرض به احمد شاه مسعود است در افغانستان رنگ باخته. دیگه طالب که ای احمد مسعود است، نه مادر احمد مسعود هم که خودش شش رقم از شش جای پاره بکنند دیگه مورد حمایت ایران قرار نمیگیرند. ما برادر هر نوع حرکتایی را دیدیم و دور از مذاق. ببینین وقتی که یک یوتیوبر ایرانی به نام جعفریان بیایه که پیشینه دفاع از ایران دارد، در جنگ های سوریه هم معلول شده و حالا یک یوتیوبر است، میایه و اولین بار برای از او خانم احمدشاه مسعود توفه میتره، منافعه ما قد شما میانی خوب داریم. احمد مسعود از تمام ابزارها به خاطر جلب توجه ایرانی ها به طرف خودش و خانوادش استفاده کرد. این ایره حق، حق ناحق ناحق دوستا، از مادر خود اول استفاده کرد. زمانی که من دیدم آقای احمد مسعود برای اولین بار به خاطر جلب توجه ایرانی ها از مادر خود استفاده کرد، من اون زمان متوجه شدم که جبهه مقاومت یا مقاومتیزم جبهه فروش مادر هست. احمد شاه مسعود هم برتان از زمین جا تا به روزی که زنده استم تضمین میکنم آدمی بی غیرتی نبود، آدمی بی عفتی نبود، آدمی بی ایجابی نبود. ما در زمان حیات احمد شاه مسعود هیچ بار در مورد خانمش و فعالیت خانمش رو، گپ خانمش رو، حرف خانمش چیزی نشنیده بودیم. حتی احمد شاه مسعود میگه گفته بود که همین برادرایم نباید در خانه من رفت آمد میکنند. درست است، وقتی یک آدم این گونه هست، شما جناب آقای احمد مسعود به مثابه فرزند احمد شاه مسعود که در غیرت و شهامت و به قول شما در حجاب فت 2 میلیون نفر کشت که مردم بیتنبال میشن، و وقتی که آقای احمد مسعود از مادر خود به مثابه یک عربی سیاسی برای جلب توجه ایرانی ها چی معنا داشت؟ معنایشی بود که ما زنهای ما علاقمند به شما هست، ایران توجهی نکرد. بعد از او کارهای مختلف، در آخرین سر مادر حقیقی خاک است، اینم خواست بفروشه و اینم جایی را نگرفت. دوستای ارجمند، من براتون گفتم زمستانها در افغانستان زمستانهای ابدی نیستند، این زمستانها زودگذر هستند، این زمستانها خیلی به زودی به پایان میرسند، اما رویسیایی به زغالها میمونند.
جنگ در نوار مرزی به پایان رسید. شیرمردان افغان ما و شما با سربلندی تمام، با ادای نماز شکرانه در خاک ایران به سرزمینشان سربلندانه برگشتند. کل گپ تمام شد. اما در اینجا مزدورها و مزدور صفتها که برای ایران گفته بودند که ما بیادر گل مزدورهایتان هستیم، غلامهایتان هستیم و به ما توجه بکنین، اینی سیایی در روی کلشان ماند. ما یک پیام میتونم از اینجا جبهه مقاومت و آقای احمد مسعود، ای خو مادرت هست، زنت هم که پیش کنی دیگه ایران برات توجه نمیکنه. تشکر نستوی نادری. فقط یک موضوع دیگر رو من میخوایم بیان بکنم. یکی چیز امید، وقتی که ویدیو رو آپلود میکنی کوشش بکن که همون ویدیو رو اول آپلود کنی، بعد از اون پیرواتش کن، همون ویدیو رو که تو میخوایی که آپلود کنی پیرواتش بکن. بعد از اون که اگر میخوایی که همچین دویت بزنی، از صدای از او دوباره کاپی کن، باز خودت تصویر خودت بیار که صدای از او واضح تر معلوم شود، به خاطر که او ویدیو رو که تو در پشت سرت ماندی صدایش بسیار کم معلوم میشه. صدایش بعد از او 13 دقیقه باز من ویدیو مکمل ماندم. خب پس او رو من ندیدم، او رو من ندیدم، باز من میرم اونم میبینم. یک ویدیو دیگه من دیدم که بعد از او 13 ثانیه بعد از او باز من ویدیو اصلی بدون از صدای ما نشر میشه، اونجا صدایش مکمل منظم میشنوی چی میگه اونجا. خب بسیار خوب. خب چیز میکنیم در جایی که میتونیم شیر میکنیم این طرف طرف به دست دیگه دوستان برسن. البته من او ویدیو رو ندیدم، من میرم باز دقیق انشالله او ویدیو رو گوش میکنم. و دومی که نستوی نادری، من یک ویدیو رو پیشتر دویت زدم، هم کوتاه اگه میشه که نظرت بر دوستا بگی. چیز امارت اسلامی افغانستان نماینداش خب میبینی که در ایران دعوت شدن و ایرانی ها نماینده ای ایران تا به میزانو پیش تا امارت اسلامی هم تو خم شدن که ما منتظر نمیفهم حکومت فراگیر بودیم و ای بودیم و بودیم، بسیار چاپلوسی کردن. نظر چی هست راجع به ایران؟ دوستا ما یک مسئله را همینجا میخواییم که یک آشیه برش باز بکنم که دوستا متوجه باشین. برخورد دیروز وزیر خارجه ایران که در اون نشست انجام دیروز، منظور ممیز که چند هفته پیش بسیار گردن قرقردار به وزیر خارجه افغانستان میگه که بیادر حکومت فراگیر و این چیزها، اما تصاویر تازه نشان میده که ایرانی ها از نگاه لن و از نگاه برخورد خیلی آرام و نرم شدن. این آرامش و نرمش متعلق بر شیر بچه هایی هست که قهرمان های ملی اصیل افغانستان من هستند و این مردای بزرگ و ارجمند ما و نبوای هستند که می افتخار ایجاد کردن. یک مسئله. موضوع دیگه، دوستای عزیز اگر شما در جریان باشین، ما یک سازمان را که در راه انداخته بودیم به نام پیوستون، رایزنی امیال جریان داره. من همکارای خود بر نوار مرزی در نقطه صفری افغانستان در نیمروز میفرستم برای تقریبا 20-25 تن از بچه هایی که در فرماندهی همی جنگ قرار داشتن، لنگی ها و شمله های افغانی و چپن های افغانی در شانه هایشان مندازیم و از پیششان به نمایندگی تمام افغان های مقیم اروپا سپاسگزاری هم میکنیم که نظر به بزرگی شما هست که امروز سیاسیون ایرانی در برابر من زانوی تلعظم میزن. بسیار مقبول، واقعا جای افتخار است. ما پاکستانی ها رو دیدیم نماینده شانه که سرخم بسیار زانو زده بودن. ما دو تا حکومت دیدیم که نماینده شان شکر خدا که همیشه آتم بیک خدا میگرفتن در پیش امارت اسلامی افغانستان، اما تو سرایشان خم بود دلاک آوره. ما دوستای عزیز افغانایی که در لایو هستین، اون ویدئویی که من نشر کردم باز میتونین که کمک وسو تیر شد. بعد از 13 ثانیه اصل ویدیو که درباره احمد مسعود یا احمد شای مسعود چی گفتم ایرانی ها، من نفهم که پیش فرید است یا نیست، اگر شد اکتلیش بکنه که اصل درباره از یا چی میگن که وقتی یا دواز نوکری میکنه بادار در مقابل تو چی فکر میکنه. حرمزاده همون تو پوست کردی و میتوند یک تعداد فکر کنن که فقط ای صحبت ما ولی دیدم میتونم اون ویدیو را فرید در اکانت تو در آید از این اینجا شروع میشه. همین
و دیگه یک نفر دیگه که مثلا در کنار احمد مسعود بود در وی لایف قرار شش تمرای یا صحبت کرده سم جکسش هم تا اشاره کردیم که متوجه به نام کوشان کابلی میگه چی میگه نامش من یادم رفته و آدم هم در می لایف در می بس پایمی سیاسون ایرانی قرار ششته دوست عزیز و خوب سعی گوش داره اون جاسوس چه دست جاسوس نفر اول سپای پاسداران ایران است اون شخصی که به نام کابلی است او ثبوتش هست اسنادش هست که او از سپای پاسداران ایران است که هیچ ارتباط به افغانستان نداره بله همین دو دوست بالا میریم باز ما هم خدافیزی میکنم از لایف به خاطر 11 بجه شد ما هم صبح 4 بجه پس کار برام منصور سلام علیک برادر عزیز من خیلی از حضورتان فعلا خدافیزی میکنم امید عزیز باز اگه پشتون صاحب شما برنامه گرفتیم در لایف شما میایم نستو صاحب یک دقیقه دم اگر بزن باز برو بخیر یک سلام احترام تقدیم خودت نستو نادری پشتون عزیز پشتون دوست داشتنی یا وطن یا کفن تو خود جانم هستی جانی جانی I love you brother love you too جانی لوگر خوش آمدی دوستای عزیز و نازنین وطندارای گلم که در پایین هستین سلام احترامات تقدیم میکنم خدا کنه که جور صحتمند باشین نادری صاحب تو دیگه پیر ماستی پیر خواهش میکنم بسیار زیاد دوست داریم خداوند ثمرش رو بخیر به اولادکایت که انشالله آسای دستت بگردن انشالله که بخیر و به رحمت خداوند باشن همیشه و اهل صالح برات کلان شو که بسیار زحمت میکشی و نشان دادن افغانای ما که ما کل ما یک دست هستیم بسیار احساس افتخار و بسیار احساس خوشی میکنم دیگه فخر میکنم که از امی کشور هست و از امی سرزمین هستم افغان هستم دیگه متاسف هستم و بسیار افسوس میکشم به حال همون کسایی که رفتن و بسیار خود خوشبخت و خوشنصیب هم احساس میکنم به شمول کل افغانای ما یعنی دوست و دشمن خود انسان میگه در روز بعد میشناسه تشکری میکنم از رئیس جمهور ایران همین رئیسی که همت یک موقع را مساعد ساخت که همین کل افغان ها همین دشمن های خود واضح و واضح تر بشناسن بساری کسا بود اشتباهن شاید طرفداری از کسی میکد که مخالف کشور مخالف منافع ملی کشور ما بود دیگه بسیار زیاد خدا را سپاسگزار هستم که در بینتان هستم میبینم تان که جور هستیم کلتان همه تو پر انرژی همه تو شاد دیگه بسیار خوش میشم دیگه جانی بیادر سخارم هستی منصور هستی بسیار خوشم همه بیادر بسیار زیاد قابل احترام هستیم کلتان از خدا که خدا میلاد عزیز میشنم از خدا که نسو عزیز دیگه پیش از این که همی دوست صحبت کنم جناب کماندوی ارجمند و گرامی از خودت من سپاسگزاری میکنم بابت گرفتن برنامه های روشن برایانه برای افغان های عزیز یک جان سپاس خداوند همت نکنه سربلند و سرفراز خوشی تشکر سویز از خدا که تمام چونم یک چیز بسیار مهم براتان بگویم در این یک هفته یا دو هفته ما وقتی که منسجم شدن افغان ها را دیدم واقعا افتخار کردم و یک جان شدن افغان ها و صدا بلند کردن افغان ها و یک تعداد که غلام شده بودن و غلام هستن ما واقعا بر از اون دلم سوخته قسم براتان میخورم به اون شیر مادرم ما بر از اونم دلم میسوزه اینم دمی که یک هفته واقعا دلم سوخت و این اتحاد افغان ها را در مقابل ایران و به خاطر ارزش ملی افغانستان دیدم واقعا افتخار کردم و سر تک تک تان افتخار میکنم یک جان سپاس من بسیار قربانت عزیز من خداوند خودت را سربلند و سرافراز داشته باشه شب خود دوست دارم خدا حافظ نصیر نادری صاحب تشکر از خودت از منصور عزیز تشکر وقت خودت هم کم است که برادرم هم بالا آمد به این برادرم هم سلام برسن میلاد عزیز و ما از حضورت مرخص میشم فرید عزیز امید عزیز و دوستایی که